دختری که فقط یک شب عروس شد. داستانی سارا تکاندهنده است. سارا از یک دست معیوب است و این باعث می شود که از خود دفاع نتواند. پسری همسایه از این فرصت استفاده کرده و بارها سارا را مورد تجاوز قرار داده است و از وی عکس و فیلم گرفته و تهدید کرده است که نباید کسی از این قضیه خبر شود. اما سارا ازدواج می کند و شوهرش در شب زفاف از این قضیه پی می برد. پس ادامه را با بوداپرست همراه باشید. سارا را با برگه های عریضه و تذکره به دستش در دهلیز یکی از نهادهای عدلی و قضایی ملاقات کردند. دختری ساده و از طبقه فقیر با نگاه های سرگردان و مضطرب. چند ماه قبل ازدواج کرده اما هیچگاهی به خانه شوهرش نرفته. او تنها شب اول عروسی شوهرش را دیده است و بعد از آن تا حالا که برای تعیین سرنوشتش اقدام کرده دیگر از شوهرش خبری در دست ندارد. سارا زمان تولد دارای معلولیت است و یکی از دستانش نمیتواند به درستی فعالیت کند. یکی از روزهایی که در خانه تنها مانده است، یکی از همسایه هایش به خانه او میآید و به او تجاوز جنسی میکند. از او در حالت برهنه بودن عکس و فیلم میگیرد و او را تهدید میکند که در صورت فاش شدن این موضوع عکس ها و فیلم های او را نشر خواهد کرد. سارا با ترسی که از برادر، پدر و خانواده اش دارد این موضوع را کتمان می کند که پنهان کردن این موضوع سبب جرأت بخشیدن به همسایه اش می شود و او را در هر فرصتی بارها مورد تجاوز قرار می دهد. تا اینکه بر اثر این مورد تجاوز قرار گرفتن وضعیت روانی سارا مختل می شود. خانواده اش که ترسهای پیهم او در خواب، گوشنشینی و کم حرفی او را می بینند کنجکاو می شوند و با پرسجو از سارا سر از همه خشونت هایی در می آورند که سارا تحمل کرده است. مادر سارا وقتی به متجاوز شکایت کردنش به نهادهای قضایی می گویند تجاوز کننده مادرش را هم تهدید به نشر عکس ها و فیلم های سارا در شبکه های اجتماعی می کند. اما می گوید که اگر او از شکایت منصرف شود عکس های برهنه سارا را از بین می برد و دیگر هیچگاهی به او نزدیک نمی شود. مادر سارا وارد این معامله می شود و برای حفظ آبروی سارا و خانوادهش از شکایت و باز کردن این پرونده منصرف می شود. چند ماهی می گذرد و مادر سارا یکی از اقاربشان برای ازدواج سارا همکاری می خواهد. از این که سارا هم معلولیت دارد و همچنان مورد تجاوز هم قرار گرفته برای مادر سارا اهمیتی ندارد که او با چه کسی ازدواج کند. و تنها چیزی که اهمیت دارد ازدواج سارا و دور شدن او از خانه پدر است. اقارب مادرش روزی به خانه سارا می آید و خواستگاری را با خودش می آورد. مرد 50 و چند ساله و دارای زن و فرزند. بدون معطل خانواده سارا به این ازدواج رضایت نشان می دهد. اما خواستگار سارا شرطش برای این ازدواج خانه داماد بودن است و نمی خواهد همسر اولی و فرزندانش که همسن و سال سارا و یا هم بزرگتر از سارا هن از ازدواجش آگاهی یابد. مقدمات ازدواجشان فراهم و نکاح سارا با او بسته می شود. شوهر سارا از این که سارا مورد تجاوز قرار گرفته هیچ اطلاعی ندارد و در شب زفافشان متوجه این موضوع می شود. بعد از لدوکوب سارا در همان شب سارا را در خانه می گذارد و خانه را ترک می کند. هنوز هم با گذشتن ماهای زیاد از این ازدواج دیگر حتی خبری هم از سارا و از آنچه بر او گذشته است نگرفته و تنها پیغامی که به او فرستاده این است که چون خانواده سارا او را فریب دادن با او نه طلاق می دهد و نه هم با او زندگی می کند. سارا باید همه عمرش را در بند او باشد و بدون این که با او زندگی کند. پرونده سارا با پیگیری یک از نهادهای مدافع حقوق زنان و مساعدت حقوقی در نهادهای عدلی تحت رسیدگی قرار گرفته و شوهرش حاضر شده تا او را طلاق بدهد و از بی‌سرنوشتی رهایی یابد. سارا بعد از طلاق از همسرش هنوز هم حاضر به پیش بردن پرونده تجاوز جنسیش نیست و به همکاری یکی از نهادهای مدافع حقوق زنان تحت درمان روانی قرار دارد. قربانیان تجاوز و خشونت‌های جنسی در افغانستان در اغلب موارد نه تنها اینکه از سوی خانواده‌هایشان مورد حمایت و پشتیبانی قرار نمی‌گیرند، بلکه تجاوز و آزار و اذیت‌های جنسی سبب می‌شود خشونت‌های فیزیکی و روانی بیشتری علیه قربانیان در خانواده و جامعه اعمال شود.
سارا یکی از ده ها زن قربانی خشونت های جنسی است که به سرنوشت تلخ بعد از مورد تجاوز قرار گرفتن دچار شده و سلامت جسم و روحش در خطر افتاده است. این بود داستان سارا که شنیدید. تا ویدیوی بعد، خدا یار و نگهدارتان.